سلام دوستان، حسام هستم از گروه چه تهران چه قاهره دیکتاتور باید بره. از اینجا از همتون میخوام که به ما بپیوندید و نظرهاتون رو با ما هم در اشتراک بذارید و هم ما خواستم نکاتی رو با شما در میون بذارم برای اعتراضاتی که پیش رو داریم. البته باید اینجا بگم که در روزهای 25 بهمن ما و 1 اسفند تظاهرات و اعتراضات خوبی داشتیم و دستاوردهای خوبی داشتیم و از جمله سراسیمگی بازوهای سرکوب رژیم و برخورد سران نظام در رسانه های دولتی میتونم اشاره کنم. و اما سه‌شنبه‌ای که در پیش رو داریم، سه‌شنبه 10 اسفند ما برای آزادی زندانیان سیاسی، همچنین سه‌شنبه 17 اسفند 8 مارس برای روز جهانی زن و اعتراض علیه حکومت آپارتاید جنسی و آخرین سه‌شنبه سال 24 اسفند ما سه‌شنبه آخر سال 4 شنبه سوری کارنوال شادی و همچنین جشن براندازی نظام رو داشته باشیم. و اما این نکاتی که با هم الان در میون میذاریم برای اعتراضات بهتر در این 3 روز، تداوم اعتراضات خیابانی و دعوت هرچه بیشتر از دوستان، آشناها، فامیل، از رفقا بخوان که به ما بپیوندن، در خیابون‌ها باشیم در کنار هم دیگه برای یک اعتراضات بهتر. گام بعدی خبررسانی هرچه وسیع‌تر در سطح شهرها، محلات و همچنین در مدیاها و اینترنت. قدم بعدی، البته قدم بعدی ما مشخصه، این 3 روز فقط ما باید هرچه بیشتر اطلاع رسانی کنیم و افراد مختلفی رو نسبت به این 3 روز آگاه کنیم. اما نکته بعد، اقدام به فرسوده کردن توان نیروی سرکوب، سعی بر تضعیف کردن، بر فرسایش، بر آسی کردن این نیروها باید داشته باشیم. باید در تاکسی ها، متروها، همچنین اتوبوس های شهری اطلاع رسانی کنیم و فضای اعتراض رو بالا و بالاتر ببریم. تداوم و گسترش دادن شعارهای شبانه و نیز شعار نویسی بر در و دیوار. البته اینجا من یک پرانتز باز کنم، بچه ها، دوستان، یادمون نره که اسکناس نویسی، البته ما باید روی این شعارها فوکوس خیلی بزرگی داشته باشیم، روی مرگ بر خامنه‌ای قاتل، مرگ بر دیکتاتور و همچنین آزادی زندانیان سیاسی. زندانی سیاسی باید آزاد گردد. و اما نکته بعدی، درخواست و تماس با اتحادیه ها، نهادهای مستقل کارگری، معلمان و پرستاران و اعلام حمایت و پیوستن اونها، یعنی معلمان، کارگران و پرستاران و دیگر بخش‌های اداری و مشاغل و همچنین راه اندازی اعتراضات و اعتصابات سراسری در شهرها و شهرهای صنعتی بزرگ، همچنین به وجود آوردن گروه‌ها و جمع‌ها در محلات مختلف و شهرهایی که هستیم، جمع‌های اداره کننده در مناطق مختلف شهر به وجود بیاریم و تقسیم مناطق شهر در پیشبرد اقداماتمون در اونجا به وسیله همکاری کردن با این جمع‌ها میتونیم داشته باشیم. و اما بعد تماس با مدیای بین الملل از قبیل یورو نیوز، CNN، الجزیره، بچه‌ها، و پوشش مداوم اعتراضات خودمون. از اونجایی که هیچ رسانه آزادی ما در ایران نداریم، باید خودمون این مسئولیت رو قبول کنیم، باید این مسئولیت رو بپذیریم و تداوم و باید اعتراضات خودمون پوشش بدیم. نکته آخر، استفاده وسیع از اینترنت، موبایل و مدیا و تکنولوژی برای خبررسانی در مقابل با حکومته. ما باید این کار خودمون انجام بدیم با توجه به سرکوبی که هستش، باید این کارها رو انجام بدیم. بعد از انسجام و به دست آوردن نیروی کامل، باید حرکت به سمت مراکز مهم مانند زندان اوین، مخابرات و مجلس، همچنین صدا و سیما که یکی از بازوهای سرکوب این نظام داره عمل میکنه، برای از کار انداختن این بازوها و به دست گرفتن این مناطق توسط مردم و به امید آزادی ایران
هر چه زودتر به امید پیروزی.